سلام دوستان، حالتون چطور بوده؟ آخرین بار کدوم هنرمند رو یاد گرفتیم؟ موندریان بود. ما دیدیم که چطور با استفاده از خطوط و رنگ‌های ساده میشه یه اثر هنری واقعاً عالی ایجاد کرد. درسته؟ امروز با یه هنرمند جدید آشنا خواهید شد و نام اون فرانس مارک هست. این هنرمند حیوانات رو دوست داشت. نمیتونم صبر کنم ببینم چه حیواناتی رو کشیده. پس بیاید درست به کارهای هنری مارک وارد شیم. از اونجا که فرانس مارک حیوانات رو دوست داشت، اونها در بسیاری از آثار اون ظاهر میشن. اینجا چی میبینید؟ بله، شما میتونید یه گاو زرد رو ببینید، درسته؟ یه گاو قرمز و یه گاو سبز در پشت پنهان شده. این نقاشی یه اسبه. من فکر میکنم با رنگهای سبز عالی تر به نظر میرسه. صبر کنید، به نظر میرسه اسب به یه چیزی فکر میکنه. اون میتونه به چه چیزی فکر کنه؟ و این کیه؟ بله، این یه گوزنه. پس زمینه رنگی به رنگ سفید و بنفش بسیار مرموز به نظر میرسه. و این کیه؟ یه ببره. اون چهره ترسناک ببر رو به خوبی بیان کرده. چه ویژگی هایی در آثار هنری اون پیدا کردید؟ بهش فکر کنید. در نهایت ما میخوایم این گاو رو بکشیم و اون رو مثل فرانس مارک بیان کنیم. آماده اید شروع کنیم؟ بیایید مشخص کنیم که صورت و بدن و پاهای گاو کجا کشیده میشه. از اونجا که ما قصد داریم اونو به عنوان پرواز در آسمان ترسیم کنیم، من علامت ها رو به این شکل گذاشتم. اگر موقعیت ها رو به دست آوردید، بیاید جزئیاتش رو رسم کنیم. مثل این شاخ بکشید. و بینی و دهان اون رو بکشید. گاوی که کمرنگ کشیده بودیم رو پاک کنید.
من قصد دارم روی گاو چند تا طرح نقاشی کنم. میتونید این طرح‌ها رو بکشید اما مجبور نیستید. من قصد دارم زمینه رو با استفاده از خطوط مختلف بیان کنم، دقیقاً مثل هنرمند. مقداری چمن هم می کشم. به نظر می رسه گاو توی یک مزرعه است. اگر پس زمینه رو کشیدید، هر طور که دوست دارید رنگش کنید. من اینطوری کار کردم. شما چطوری کار کردید؟ خب، کلاس امروز چطور بود؟ فرانس مارک حتما حیوانات رو دوست داشته. آیا شما حیوانات رو دوست دارید؟ چه نوع حیواناتی؟ سعی کنید حیوانات مورد علاقه خودتون رو با استفاده از رنگ‌ها و اشکال بامزه بیان کنید. دقیقاً مثل مارک که انجام داد. پس حیوان مخصوص خودتون رو خواهید داشت. لطفاً منتظر کلاس بعدی ما باشید. خداحافظ دوستان.